سلام، من علی فرهنگ‌مهرم و میخوام فصل دوم کتاب آیات شیطانی رو براتون به صورت خلاصه بگم. یعنی من از نگاه علمی جدید دینها رو بررسی میکنم و ویدیوهای مثل خدای کوانتومی رو توی شبکه‌ام دارم و روح رو به صورت الکترومغناطیسی تعریف کردم که در ویدیوی به نام پایان ویروس میتونید تو شبکه من ببینید و لینکش هم این پایین براتون میذارم. میدونم خیلی از شما افراد جستجوگری هستین که میخواییم بدونیم تو اون کتاب آیات شیطانی چی نوشته بود که اینقدر جنجالی شد. اما یادتون نره که هرچی من ازش سر در بیارم شما هم ازش سر در میارین. کتاب آیات شیطانی به صورت عجیب و خیالی و اسرارآمیز نوشته شده و درباره دو تا شخصیته که گاهی وقتا فرشتن و گاهی وقتا انسانند. جبرئیل، پسر بچه‌ای که توی خوابش خودش رو به صورت فرشته یا شیطانی که از روی بهشت روی زمین سقوط کرده می‌بینه. جبرئیل گاهی وقتا در خوابش به مرحله خودآگاه میرسه و حس دیوانگی بهش دست میده. این همون حسیه که ماهوند وقتی به معراج رفت بهش دست داد. ماهوند ظاهری متفکر و قدی متوسط دارد و چون یتیم بوده با احتیاط اما سریع راه می رود. اما فردی سالم است و رباخاری نمی کند. ماهوند به معنی شیطان است و لقبی است که فرنگی ها به او دادند. ماهوند در شهر جاهلیه زندگی می کند. مردم این شهر تاجر و سوداگر هستند و نام قبیلهشان کوس است. ماهوند یکی از مهمترین ادیان جهان را در این شهر پایه‌گذاری می‌کند. امروز در جاهلیه برای ابراهیم زندوست جشن برپاست. همان حرامزاده‌ای که هاجر را در بیابان به امان خدا رها کرد. اما همچنین امروز تولد ماهوند است. اما او به بالای کوه حرا می‌رود و به دشوارترین بحران‌ها دچار می‌شود و صدایی در گوش او زنگ می‌زند. تو چه هستی؟ مردی یا موشی؟ ثروتمندترین مرد جاهلیه ابو سیمبل است. او صاحب تمام تجارت دینی شهر، خانه سیاه و معابد و بتکده هاست. همچنین زیباترین زن شهر یعنی هند همسر اوست. عزاداری و سینه زنی یکی از رسوم مردم بادیه نشین است و عزاداران حرفه‌ای برای سینه زنی و خودزنی پول دریافت می کنند. مردم جاهلیه باور دارند که زمین در ابتدا حول محور خانه سیاه میچرخیده و این اولین خانه بوده که توسط حضرت آدم بنا شده. الله خدایی فراگیر در جاهلیه است اما محبوب نیست. ابو سیمبل در خانهش با خود حرف میزنه و میگه باید از ماهوند و وحدتگراییش ترسید. در خانه سیاه 360 بت وجود دارد اما یک تا پرستی دشمن تجارت دینی است. ماهوند نیز تاجر موفقی است اما هرگز به شورای شهر جاهلیه دعوت نشده چون یتیم بوده و از ارتباطات خانوادگی محروم بوده. به همین دلیل خیال میکنه که حقش خورده شده، اما کوهنورد هرگز به قله تنها نمیرسه مگر اینکه شاید در راه با فرشته‌ای برخورد کند. آهان، حالا فهمیدم چه نقشه‌ای دارند. شورای شهر جاهلیه با آوردن بت‌های از اقصا نقاط جهان سعی کرده از طریق زائران کسب درآمد کند. اما بعد از رکود تجاری این شهر مردم کوسه شروع به اخاذی و دزدی از زائران می‌کنند و این شهرت شهر جاهلیه را روز به روز بدتر می‌کند. و در یک چنین دنیایی است که ماهوند پیام خود را به آن آورده. یکی، خدا فقط یکی. ابو سیمبل پیشنهاد سختی به ماهوند می‌دهد که خدای بزرگ ماهوند در دلش طریقی بیابد و تصدیق کند که فقط سه تا از 360 بت جاهلیه در دین جدید قابل پرستش باشند و در عوض ماهوند به شورای شهر جاهلیه می‌رود. اما پیروان ماهوند و نوچه‌هایش مخالفت می‌کنند و می‌گویند این یک دام است. اگر بپذیری می‌گویند چطور جبرئیل همون چیزی که تو خواستی به تو وحی کرده و این همچنین با پیام لا اله الا الله در تناقض است. اما ماهوند می‌گوید من گوش کردن را نیک می‌دانم،
اما گوش کردن همراه پرسش فرق می کند. غالبا وقتی جبرئیل را ملاقات می کنم، انگار او از درون من خبر دارد. انگار او از درون قلبم ظهور می کند، از درون ژرفای روحم. همچنین می دانید که چقدر در جذب پیروان ناموفق بودم. می خواهم کار کنم که ایمان آوردن آسان‌تر شود. ماهوند به یارانش دلداری می دهد و می گوید نگران نباشید. این سه الهه لات و منات و عزا به فرشتگان الهی اضافه می شوند و با مقام الله برابر نمی شوند. و بعد ماهوند به کوه حرا می رود تا از جبرئیل بپرسد. و حالا جبرئیل کوچولو توی خوابش می بینه که دوباره بالای کوه حرا نشسته و ماهوند از دور داره میاد که ازش جواب سوال شرک و توحید رو بپرسه و به خودش میگه وای حالا چه کنم، دوباره این انسان فانی میاد که جواب سوالاشو از من بپرسه. کی گفته همه جواب سوالا تو آستین منه؟ من از این ناراحتم که اونی که جواب همه این سوالا رو باید بده همیشه غایبه. الله که همه جواب این سوالا رو میدونه هیچ وقت حاضر نیست و هر وقت از درد به خودم میپیچم و الله رو صدا میزنم همیشه هیچ صدایی نمیشنوم. راستی بچه ها، یه فیلم سینمایی هم در آمریکا از روی داستان آیات شیطانی به نام اینسپشن ساخته شده که من نقدش تو شبکه‌ام دارم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده اینو لایک کنین و این شبکه رو سابسکرایب کنین تا بریم ادامه داستان. ماهوند هنگام بالا رفتن از کوه حرا صدای سنگ‌ها رو میشنود که فریاد میزنند ماهوند ماهوند ماهوند. وقتی ماهوند به غار حرا میرسد خوابش میبرد و بعد از بیدار شدن به حالت خلسه میرود و درد زیادی در شکمش حس میکند، کشیدگی در قسمت ناف. و بعد جبرئیل روی ماهوند میفتد و از ناف و همدیگر متصل میشود. اینجا دیگر جبرئیل نیست که سخن میگوید، انگار ملک مقرب درون ماهوند است. ماهوند در خلسه گوش میدهد، همان گوش کردن همراه پرسش. چه کنم؟ تو بگو جبرئیل چه کنم؟ این همه معجزه برای آنها آوردیم اما ایمان نمی آورند. داستان سفر به مسجد الاقصا و رفتن به آسمان هفتم و مصاحبه با خدا در کنار درخت سدر را بارها برای آنها تعریف کردم، اما باز هم اللات را می پرستند. آیا لات و منات و عزا دختران خدایند؟ آیا تو خواهری داری؟ اما جبرئیل باز هم ساکت بود. آیا باید خود را برای عضویت در شورای جاهلیه بفروشم؟ آیا الله اینقدر انعطاف ناپذیر است که نمیتواند سه فرشته به فرشتگانش بیفزاید؟ توصیف وحی. بدن ماهوند در خلسه سخت و سخت‌تر میشود. رگ‌های گردنش بیرون میزند. شکمش را با دست میگیرد. نیرو و فشار زیادی در بدنش حس میکند. جبرئیل نیز این نیرو را حس میکند و بعد نیرویی که درون ماهوند است به فک و تارهای صوتیش میرسد و صدایی از او بیرون میآید و بعد چشمانش را باز میکند و جبرئیل را میبیند. جبرئیل نیز این را حس میکند و دهانش میجنبد. آنها درون یکدیگر هستند. وقتی ماهوند برمیگردد به صورت عادی نیست، با چشمان بسته مثل خوابگردها به چادر بزرگ که همه جمع بودند میرود و با همون چشمان بسته از بین جمعیت بدون اینکه به کسی برخورد کند عبور میکند و به صحنه میرود. ابو سیمبل و هند نیز در کنار صحنه نشسته بودند و همه نگران به ماهوند نگاه میکنند. ماهوند با صدای رعداسا میگوید ستاره و بعد آیات سوره نجم را میخواند. در هنگام صبح همراهت خطا نکرد، این وحی است که به او نازل شده است. سالار همه این را به او نازل کرد. در کنار درخت سدر نشانه های خدا را دیدم. و بعد اون دعای جنجالی رو میخونه. آیا به لات و منات و عزا که سومین آنهاست اندیشیده اید؟ اینان پرندگان متعالی اند که شفاعتشان واجب است. و بعد همه فریاد میزنند و الله اکبر میگویند و سجده میکنند.
آن شب ماهوند در حیات خانه همسرش این طرف و آن طرف می رفت و همسرش او را از پنجره نگاه می کرد. حالا دیگر همسرش 70 سال سن داشت و او برای ماهوند همه چیز بود. مادر، خواهر، دوست، همسر، معشوقه. و این اولین کسی بود که به او ایمان آورد و به او گفت این ملک مقرب است و زائیده ذهن تو نیست. این جبرئیل است که با تو سخن میگوید و تو پیامبر خدایی. و به یاد می آورد که ماهوند داستانهایی را که در سفرهای شام از حضرت عیسی شنیده بود برایش تعریف می کرد و چگونه تا صبح بیدار می ماند و استدلال می کرد زندگی در چادرنشینی قدیم بهتر از زندگی در این شهر طلا بود که مردم دختران را در بیابان تنها رها می کنند. در زندگی چادرنشینی قدیم حتی به فقیرترین یتیمان نیز رسیدگی می کنند. اما وقتی که همسرش غافل بود، ماهوند خانه را ترک کرده بود. در آن شب ماهوند به دلیل فشار ناشی از حالت خلسه و سخنرانیش در چادر بزرگ و همچنین قدم زنی شبانه در حیات خانه همسرش در خیابان بیهوش می شود و می افتد. و هند او را در خیابان می یابد و به خانهش می برد. و در روز بعد او در جای بیدار می شود که نمی داند کجاست. و هند و ماهوند با یکدیگر مکالمه می کنند و هند به ماهوند می گوید تو قوی ترین مرد این شهری و من قوی ترین دشمن تو هستم. من ضعف تو را نمی خواهم. تو نباید آن کار را می کردی. اما ماهوند می گوید این به منفعت توست. دیگر هیچ چیز خدایان سگانه تو را تهدید نمی کند. اما هند می گوید جنگ ما جنگ همیشگیست، چون اللات زیر خدای تو نمی رود و خودش خداست. ماهوند دوباره به کوه حرا می رود و جبرئیل کوچولو دوباره در خواب می بیند که ماهوند دارد به سمت حرا می آید و این بار دیگر کار سخت است. ماهوند هفته ها و هفته ها با جبرئیل کشتی می گیرد اما جبرئیل هیچ پاسخی ندارد. همه اینها حرف های ماهوند است که دهان جبرئیل را تکان می‌دهد و حرف‌های خودش را در آن می‌گذارد. ماهوند بعد از این همه کشتی شکست می‌خورد و به این نتیجه می‌رسد که این فرشته خداست، چون فرشته خدا هرگز شکست نمی‌خورد. اما ماهوند به دلیل خستگی‌اش شکست خورده و بعد ماهوند از کوه برمی‌گردد و در بیابان با خود فریاد می‌زند آن شیطان بود، آن دفعه شیطان بود، آن آیات شیطانی بود و با بیانش این را به حقیقت تبدیل می کند. اما جبرئیل در بالای آن کوه به خودش می گوید هر دو دفعه خودم بودم، آن بار خودم بودم، این دفعه هم خودم بودم. و دهان جبرئیل از طریق ماهوند باز و بسته می شده. ماهوند به خانه سیاه برمی گردد و در جمع می گوید آن آیات شیطانی بود و بعد دو آیه جایگزین را می دهد. آیا خدا دختران می آورد و شما پسران؟ همانا این تقسیمی ناعادلانه است. و بعد ماهوند همسرش را در خانه و مرده می یابد و هفته ها از خانه بیرون نمی آید. نام دین جدید تسلیم است. ابو سیمبل پیروان ماهوند را تحریم و شکنجه می کند اما هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. بعد از این همه به یثرب می روند اما خالد جا می ماند و به ماهوند می گوید من به تو شک کردم ای ماهوند، اما تو حقیقت مهمتری را آوردی، شیطان. ماهوند به شهر خودش رسیده است اما جبرئیل از این شانس ها ندارد. جبرئیل بالای کوه حرا تنهاست و سه پرنده لات و منات و عزا بالای سرش میچرخند و او را اذیت میکنند. یادتون باشه که این کتاب زیبایی‌های ادبی زیادی داره و کتاب خیال‌انگیزیه و اگه دوست دارین کل کتابو بخونین لینکشو در پایین این ویدیو قرار میدم. من علی فرهنگ‌مهرم و نظریه نمودار شیطانی در قرآن رو مطرح کردم. قارچ رو به عنوان میوه ممنوعه اثبات کردم و توی شبکه‌ام ویدیوش موجوده. میتونید کتاب ممنوعه 23 سال رو که در مورد شخصیت حضرت محمد و جنجالی نوشته شده رو تو شبکه من پیدا کنید. اگه میخواین این همه ویدیو کول و خفن رو از دست ندین، این شبکه رو سابسکرایب کنین و این ویدیو هم لایک بزنین تا بیشتر دیده بشه.
اما یادتون باشه که هر چی من ازش سر در بیارم شما ازش سر در میارید.